آقای جان بس به مزار شریف خوش آمدید. تشکر. اجازه بدید اولین سوال از اینجا شروع بکنیم که در این اواخر در مزار شریف به خاطر تعیین فرماندهی پلیس بلخ یک نزاع به وجود آمد و نیروهای امنیتی به تیراندازی آغاز کردند. به نظر شما رای حل این منازعات یا رای حل نزاع بین کابل و بلخ و شمال چی است؟ First let me thank you for the opportunity to sit with you and بگذارید نخست از فرصتی که به من دادید سپاسگزاری کنم. درباره پرسش شما باید بگویم که ایالات متحده آمریکا از اصل پیروی می کند که در جامعه های مردم سالاری حکومت به مردم خدمت می کند، نه برعکسان. از این رو به عنوان یک نکته آغاز در رابطه با تنش‌های اخیر در بلخ، ما از حاکمیت و توانایی حکومت برای ارزیابی کارکرد مقام‌های حکومتی به شمول مقام‌های امنیتی و آوردن تغییرات مشخص پس از این ارزیابی‌ها پشتیبانی می‌کنیم. در همین حال ما به این باور هستیم که این بسیار مهم است که مردم اطمینان دارند که تغییرات برای دلایل درست انجام می شوند و به هدف این که خدمات و پشتیبانی بهتر به مردم برسد. به گونه مثال اینجا در بلخ، اما از همه مهمتر زمانی که رهبری امنیتی تغییر می کند، این تغییرات باید از راه صلح‌آمیز انجام شوند. یگانه کسانی که از خشونت میان نیروهای امنیتی افغان و یا میان نیروهای امنیتی و مخالفان دیگر طالبان سود می برند، خود طالبان هستند و تنش‌های داخلی و تلاش‌های مشترک شما برای شکست طالبان هیچ کمکی نمی کنند. با توجه به اینکه بلخ یکی از امن‌ترین ولایت های افغانستان به شمار می رفت، اما از 3 سال به این سو است که بلخ دستخوش ناامنی ها قرار گرفته و امنیت در این ولایت به یک چالش بزرگ مبدل شده است. از طرف هم گفتگوهای صلح جریان دارد. حالا چگونه ساکنان شمال افغانستان مطمئن باشد که طالبان در مذاکرات صلح واقعا جدی هستند با توجه به اینکه طالبان جنگ و بی‌ثباتی را ادامه می‌دهند؟ چیزی که من و هر فرد دیگر این کشور که با آنان صحبت کردم و روی آن توافق داریم این است که این جنگ برای مدت زیاد ادامه داشته است و مردم افغانستان از آن بسیار رنج بردند. این کاملا قابل درک است که با توجه به تاریخ سالهای گذشته و رنجی که مردم این کشور به ویژه بلخ در شمال کشور متحمل شدند، مردم روی اهداف اصلی طالبان شک دارند. از این رو یک بخش کلیدی هر روند مصالحه تعهداتی خواهد بود که روی آن در یک مذاکره توافق می شود و تایید شده و عملی می شود و به نظرم این به تمام مردم افغانستان مهم خواهد بود که تا اطمینان داشته باشند که معیارهای در حال تطبیقند، بررسی کننده های بی‌طرف حضور دارند که می توانند گروه های درگیر را به سوی یک توافق ببرند و مطمئن سازند که به تعهداتشان پابند بمانند و این تعهدات را عملی می کنند. بسیار خب، چه اطمینانی وجود داره برای افغانها که در مذاکرات صلح دستاوردهای 18 سال اونا تضمین شود و چالشی برای دستاوردهای اونا وجود نداشته باشه، با توجه به اینکه طالبان در گفتگوهای صلح از آمریکا خواسته است که نیروهای خود از افغانستان به گونه کامل خارج بکنند؟ آیا آمریکا به این خواست طالبان موافقت خواهد کرد؟ بگذارید با یادآوری شماری از اصلهای اساسی آغاز کنم. نخست این که ایالات متحده آمریکا دنبال حضور دوامدار در افغانستان نیست و این هیچگاه هدف ما نبوده است. این علت آمدن ما با نیروهای نظامی به اینجا نیست. ما به یک هدف بسیار مشخص به اینجا آمده ایم تا در برابر تهدیدهایی که توسط القاعده و اخیراً توسط داعش و سازمانهای تروریستی دیگر به ما و ملتهای دیگر متوجه است بیستیم. چیز دیگری که بینندگان شما باید بدانند این است که ما و نظامیان ما در اینجا به دعوت حکومت افغانستان هستیم و بر اساس توافقی که میان نیروهای آمریکایی، ائتلاف و حکومت افغانستان صورت گرفته است اینجا هستیم. از این رو حضور یا نبود ما در آینده پس از گفتگوها میان آمریکا و همپیمانانش، حکومت افغانستان، جامعه وسیع افغانستان و همچنان طالبان مشخص خواهد شد.
بخشی از موضوعی که سفیر خلیلزاد با طالبان در دوحه گفتگو می کند این است که آنان چگونه طرحی را پیشنهاد می کنند که دیگر پس از این از خاک افغانستان تهدیدی از سوی گروه های تروریستی متوجه ما نباشد. این تعهد طالبان نیست که آیا ما در آینده به این تهدیدها روبرو خواهیم شد یا نه، اما به خاطر که مطمئن شویم آنان در آینده تهدید نیستند. طالبان در این زمینه نقش مهمی را می توانند بازی کنند، یک جا با نیروهای امنیتی افغانستان و جامعه وسیع تر. از این رو از سوی دیگر هر مذاکره حضور و یا نبودن نیروهای امریکایی و یا دیگر نیروها از سوی مردم افغانستان که نماینده آنان حکومت است مشخص خواهد شد. بسیار خب، در افغانستان و همچنین برخی از کشورهای خارجی بر این باور هستند که دولت کنونی افغانستان مانی دستیابی به صلح هست و از سوی هم بعد از اول جوزا بر اساس قانون اساسی افغانستان عمر حکومت وحدت ملی به پایان میرسد و اونا خواهان ایجاد یک دولت موقت در افغانستان است. آیا ایالات آمریکا هم در تلاش ایجاد یک دولت موقت است؟ همان گونه که گفتیم ما به این باور هستیم که گفته ها و خواست ها درباره حکومت موقت تغییر جهت از نیازهای اصلی است که مردم امروز به آن نیاز دارند و می خواهیم که حکومت کنونی و جامعه وسیع تر را کمک کنیم تا تیم همشمول را بسازند تا بتوانند از تمام جامعه در مذاکره با طالبان درباره حل منازعات نمایندگی کنند. ما همچنان به این باوریم که امروز ایالات متحده آمریکا و همپیمانان دیگرشان بسیار مهم هستند که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کنند. از آنجایی که آنان برای دفاع از مردم افغانستان از خشونت وارد شده توسط طالبان دفاع کنند. اگر طالبان ادامه خشونت ها را انتخاب کنند، همان گونه که با گرم شدن هوا در سالهای گذشته این کار را کردند، این بر افغان هاست تا درباره حکومت آینده ایشان تصمیم بگیرند. از این رو این مهم است که افغان ها درباره این گونه پرسش ها چه فکر می کنند، تا این که من چه فکر می کنم. تشکر. تشکر.